Bismillahirrahmanirrahim. Dostlar aziz, روز 28 من درس اکسل تان است. برای ادامه درس اکسل را باز میکنیم. یک ورکبوک جدید میگیریم. دوستان عزیز، درس ما شما در قسمت آپشن است. درست است؟ در دیالوگ باکس آپشن تا قسمت ادوانس رسیده بودیم. درست است؟ امروز بخیر از کجا شروع میکنیم؟ از بخش ادوانس. خوب ببینید دوستان عزیز، اولین آپشن نشته است که after pressing enter move selection. خوب سعی کنین، شما مثلا در اینجا نشته کردین علی، امی که کلید انتر از کیبوردتان پرس میکنین، شما خانه پایین میرین. بران شما میتونین که دایرکشن از این را تغییر بتین. بران در آپشن بین و در بخش ادوانس و بگوین که مثلا move کجا شما؟ move right یا move up. صحیح؟ move right گرفتین، اوکی. زمان که حالا که شما انتر میگین، شما به طرف راست میرین. بران به هر طرفی که شما انتخاب کنین به اون سمت حرکت میکنه. درست است؟ بخش ادوانس. بران این آپشن رو یاد گرفتین. بران از این قسمت میتونین که زمانی که کلید انتر پریس میشه به کدام سمت بره کرسر. بعد از او دوست عزیز دارین میگه که اوتوماتیکلی insert a decimal point. با طور اوتوماتیک چی کنه؟ علامه اشاری را دسیمال پوینت، علامه اشاری را میگنی انتخاب کنین. بگین که مثلا 3 اوکی کنین. حالا شما یک عدد غیر دسیمال عدد تام وقتی انزرت میکنین، انتر برتون اوتوماتی را اشاری در نظر میگیره. بنا شما میتونین که پس ایره چی کنین؟ چنج کنین از کدام قسمت؟ بخش ادوانس و اوتوماتیک ایره غیر فعال کنین. حالا مثلا 3 اگر شما انتر کنین عدد تام قبول میشه. سیست بخش آپشن ادوانس ای را پس داون میگیریم و ای را انچک میکنیم. دیگر دوستان عزیز دارن که enable fill handle and sell drag and drop. خوب متوجه باشین، من اینجا نشته میکنم که کابل. زمانی که کابل نشته کردین، شما اگر بالای از این قسمت میایین و در قسمت کن جزی میبینین به شکل علامه جمع وارد تغییر کردنی پوینتر و این رو به طرف پایین اگر کشاندین سیلای بعدی رو هم فیل میکنن. شما اگر دوست عزیز بخواین که این رو موف کنین، بنا در قسمت بالا پین این به شکل علامه ایمه که چهار طرفش جهت دار است و این رو انتخاب کنین، میتونین که این از یک جای به جای دیگر موف هم کنین. درست است؟ کاپی اگر کنین دوست عزیز میتونین از این بخش کاپی هم کنین. بنا شما دوست عزیز اگر آمدین در قسمت آپشن و در بخش ادوانس و انیبل فیل هندل انسل دراک غیر فعال کنین، اوکی کنین. خیلی خوب متوجه باشین، این سیل اگر شما میگین که میخواین که اوتو فیل کنین نمیشه. این قسمت کنج از بین علامه جمع قبلی نمیه و اگر این را میخواین که موو هم کنین و علامه جهت دارم نمیه، بران این موو هم نمیشه. درست است؟ بران این طریقه ایتا آپشن ادوانس و این را میتونین پس چک کنین. و دیگه آپشن زمانی که دوست عزیز زمانی ایره چک میکنین و یک چک باکس دیگه اوتومات امروزی فال میشه، میگه که alert before overwriting cells. اگر در جایی که یا در سلایی که محتویات میباشه و شما ایره موف میکنین، بر شما اونجا یک اخطاریان میته که اینجا اطلاع تست میخواین که بالا از رایت شوه یا نه، با شما میگین که آیا راست شوه یا نشوه. سیست؟ یه صرف یک alert است. دیگه متوجه شوین دوست عزیز که آپشن دیگه چی میگه؟ میگه الو editing directly in cell. این رو من اوکی میکنم. خب سعی کنین همینجا که سیل که کابل است نی، دبل کلک کنین اوتومات این در editing mode میه و میتونین که این رو تغییر بتین کابل نی افغانستان. بنان این رو چی کردین؟ edit کردین نی؟ مستقیم تانیسین edit کنین، در خود سیل میتونین edit کنین. حتی میتونین شما در کجا؟ در فرمولا بار هم ادیت کنین. اینجا نشته کنین تنها افغان. بنان تنها افغان شد نی؟ و اگر آمدین در بخش ادوانس و در بخش ادوانس آمدین و الو ادیتینگ دایرکتلی این سل را غیر فعال کردین، یا اگر بخواین که اینجا ای را ادیت کنین دبل کلک کنین ای ادیت نمیشه. مجبور هستین در کجای را ادیت کنین؟ در فرمولا بار باید برین. تنها از طریق فرمولا بار میشه که این سل ادیت کنین، مستقیم از خودش نمیشه.
بخش آپشن ادوانس و این رو پس چک میکنیم. دیگه دوست عزیز میگه که Extended Range Formats and Formulas. اگر شما مثلا یک تیبل دارین سیز، او تیبل شما چی کردین؟ دیزاین دادین. سیل بعدی را اگر میخواین که مثلا عضوی از تیبل شوه، مثلا همی که نشته کردین مثلا Total Salary. این اوتومات خودش فرمت میگیره در صورتی که منش فرمت ندادیم، درست است؟ اگر شما نخواستین که او فرمت بگیره، بنان در بخش آپشن بین و ای را چی کنین؟ انچک کنین، بنان او فرمت نمیگیره، او مثل سل عادی باره میباشه، بنان این دو پس چک میکنین. دیگه دوست عزیز دارین که میگه Enable Automatic Percent Entry. خوب سعی کنین اوکی کنیم. در اینجا ما عدد یک، البته این بخش وقتی کار میتونه شما دوست عزیز که بین یک و صد هر عددی را که تایپ میکنین اوتومات این با او را با صد ضرب میکنه. مثلا من اینجا سه نشته کردم و علامه فیصد انتر، یالا سه تنها است نی؟ اما در بخش آپشن و در ادوانس Enable Automatic Percent Entry را انچک میکنیم و اوکی میکنیم. یا اگر ما نشته کنم 3% انتر بگویم، یک فیصد چه کار نمیده اینه بر کدام آپشنش خیلی مشکل داره. چه قسم بنان این بخش اگر انچک باشه، هر عددی را که شما به اساس فیصدی نشتا میکنین او را بین یک و صد که باشه او را به صد ضرب میزنه. صحیحست؟ اگر 2% نشتا میکنین او را 200% جور میکنه، و اگر 3 نشتا میکنین 3% او را 300% میگیره. این را باز امتحان کنین در خانه. دیگه دارین دوست عزیز Enable Auto Complete for Cell Values. این چی معنا میده؟ شما اینجا نشته کردین دکتر، اینجا نشته کردین انجینیر، اما میگه من دکتر امی حرف اول دوم ازیر تا دی او نشته میکنین یا مثلا دی نشته میکنین اوتومات دکتر را قبول کردنی، فقط شما یک انتر بوین خلاص، دیگه ضرورت نداره مکمل کلمه رو تایپ کنین چون یک بار انزرت شده در امو رنج. و اگر آمدین در بخش آپشن و در بخش ادوانس Enable Auto Complete for Cell Value را انچک کردین اوکی کنین، یا اگر اینجا شما نشته کنین دکتر دیگه نمیه بر شما پیشنهاد نمیشه که دکتر، فقط دوز پیشتر یک انتر کار داشتنی، اما یا مجبور هستین که شما مکمل نشته کنین. انجینیر هم با مشکل اوتو کمپلیت غیر فال شد، بنان در بخش ادوانس این رو فال کنید و اوتوماتیکلی فلاش فیل. فلاش فیل شما دوست از یک از آپشن های نوی چند است اکسل 2013 از کار کردیم نی؟ اگر یادتان ما شاید اونجا سیل جور میکنیم بنام چی؟ مثلا بنام فرست نیم لست نیم باز فول نیم. در بخش فول نیم وقت از یک نفر کلک میکنیم دیگران اوتومات میگرفت نی؟ بنان اگر بخش فیل فیل چی فلش فیل فال باشه این قسمت کلک کنید اوتومات رو میاید دیگه. این بخش میتونید پس باز باید ببرید. دیگه دوستان عزیز دارین میگه که زوم آن رول ویت انتلی ماوس. زمانی که شما اگر ماوس داشته باشین و ماوس شما ویل داشته باشه که چرخ میخوره، درست است؟ این بخش شما چی میکنین؟ چک میکنین و اوکی میکنین. زمانی که ویل شما دور میتین شیتتان زوم میشه، زوم این و زوم اوت میشه، و اگه او چیک نباشه بنان ویل کار نمیده، درست است؟ آپشن دیگه دارین دیگه دوست عزیز میگه Alert the user when a potentially time consuming operation occurs. بعضی اوقات در اکسل
آن قدر محاسباتون زیاد است، آن قدر محاسباتون زیاد است که حدوداً 33,557 سلی که دارین تماماً بالای از اینا مثلا آپریشن یا عملیات یا محاسبات صورت گرفته و کمپیوتر شما زمانی که اینقدر شما عملیه را انجام میتین از این به بالاتر کمپیوتر به شما یک آلارت میده، یک مسیج میده که مثلا یک دقیقه یا دو دقیقه وقت میگیره به خاطر محاسبات. بران شما دیگه ضرورت ندارین که شما با سر اکسل یکان کار دیگر انجام بدین، چون تا او تمام سلا رو محاسبه میکنه کمی وقت میگیره. سیز بران یه آپشن چک میکنین که بر شما او مسیج بده و اینجا برتان میگه که بین چقدر 33,557 سل وقتی عملیات از بیشتر میشه خب گرنگ میشه، طبعا محاسبات کلش انجام شوه، بران اینجا بر شما یک آلارت بده این بخش دار. دیگر دوست عزیز دارین شما Use System Separator، وقتی این قسمت شما ان چک میکنین سعی کنین Decimal Separator و اگر این چک کردین یا دیز غیر فعال است. شما مثلا وقتی نشته میکنین که عدد اشاری 5.3 5 از اشاری چی استفاده میکنین به خاطر علامه اشاری نقطه، درست است؟ و انتر کنین 5.3. شما میتونید در قسمت آپشن بیاین در قسمت ادوانس و در اینجا همین سیستم تغییر بتین، بگه از علامه نقطه استفاده نکو، ما اشاریه رو مثلا علامه دلار ساین میگیرم. بران وقتی اونجا دیگه که نشته میکنین 3.5 این قسمی نشته نمیکنین 5 علامه دلار ساین با 3 اما خوب است همون استانداردش باشه. و برای طبقه بندی اعداد که 3 خانه از سمت راست جدا میشنی کامه خوب است همین خودش باشه، بران این بخش ما تغییر نمیدیم. دیگه دوست از بخش کارسر موومنت دارین، وقتی از یک سل به سل دیگه حرکت میکنین یکی لوجیکال است یکی هم ویژوال است، یه را ما تشریح کردیم در بخش چی برتان ورد، درست است؟ بخش تکراری است. میریم پایین Do not automatically hyperlink screenshot. زمانی که شما دوست از مثلا نشته میکنین www.google.com نیم شما روی از اون وقتی که کلک میکنین شما را میبره در صفحه چی؟ در براوزر میبره. اگر خواستین که نبره بنابراین این را چک کنین که شما را اونجا وقتی او را کلک میکنین لینک نباشه. موضوع ساده است. بین بخش cut, copy and paste یا موضوع ساده است میگه show paste option button when content is pasted. یک محتویات از یک سل مثلا کپی میکنیم با سل بعدی آپشن ها یا بتن هایی که مربوط پیست میشه بیای یا نبیای. موضوع ساده است. شو انزرشن آپشن بتن زمانی که شما یک کالم یا یک سل یا یک رو را انزرت میکنین بر شما آپشن ها بیای که آیا انزرت میکنین یا نمیکنین. موضوع ساده است. زیم بگذارین دیگه cut, copy and sort inserted object with your parent cell. اینی موضوع شکم مشکل تر است. من ایره برتان میگم خوب سعی کنین پیش از اینکه من ایره چک کنم در همین صفحه که من دارم من چی کار میکنم؟ یک عکس باشه، یک object باشه، یک شکل باشه insert کنین. مثلا من این شکل insert کردم، درست است؟ یا یک پکچر هم insert کنیم. بینن ما و شما هم عکس داریم هم یک شکل داریم. شما زمانی که میخواین این شیت مکمل موف کنین یا این شیت کپی کنین آیا تصمیمتان بری است که آیا امی اشکال یا پکچر ها یا آبجکت ها هم انتقال کنه یا نکنه؟ سعی کنین ما زمانی که اینجا روی از امی شیت رایت کلک میکنم میگم موف اور کپی، وقتی کلک میکنم این صفحه میره میگم یک کپی از این شیت بگی، این چک میکنم و اوکی بران یک شیت دوم جور شد اما او اشکال نامده. ببینید در شیت اول هست اما در شیت کپی از شیت اول نیست. بران این را من پس دلت میکنم امی کپی را تنام شیت اول میایم در قسمت فایل و در قسمت آپشن و در قسمت ادوانس یا آپشن چی میکنم؟ چک میکنم cut, copy and sort inserted object with your parent cell. اوکی
یعنی قسمت اگر ما بگویم موو اور کپی و بگویم کریت ا کپی اوکی کنیم بنان سعی کنیم در شیت اول هم همین شکل است و پکچر در شیت دوم هم است در حالی که در اول وقتی ان چک میکنید نیست آپشن ادوانس آپشن ایمیج سایز اند کوالیتی عین همو گپ است که در اورد شما خواندین دیسکارد ایدیتینگ دیتا و دو نات کمپرس ایمیج این فایل تکراری است در ورد شما بخش آپشن پرینت چی بخش پرینت زیاد آپشن ها داشتین در اینجا در صورتی که شما یک آپشن دارین میگین که های کوالیتی مود فور گرافیک یک کلیک کنین به کوالیتی بالا میتونه که پرینت کنن مثلا اگر پکچر انزرت کردین یا هر گرافیکی دیگه باشه دیگه دوست عزیز بخش چارت است میگه شو چارت المنتس نیمز آن هاور شما اگر در شیت شما یک چارت انزرت کردین خب من یال محتویات ندارم چارت انزرت کردین این چارت از خود نام دارن نام دارد مثلا محور X و Y دارد بنان هر نام از او را زمانی که اگر معلوم نمیشه شما امی که موز شما رویش میارین ماوس هفر سعی کنید امیال هم آمد اینا خوب سعی کنید وقتی در اینجا می این اونجا اگر سکرین تیپ میه چارت ایریا برتان نشته میشنی اگر محور X و Y داشته باشه باز برتان وایش هم نشته میکنه مثلا اینجا آمدین یارا برتان گفت چارت استایل و گپار تمام عناصر چارت آپشن هایش هم ما شما اینجا داریم میتونیم که تغییر بیاریم خوب سعی کنید دوست عزیز در بخش ادوانس بخش چارت اگر گفتین شو چارت المنتس نیمز آن هاور یعنی زمانی که ما ماوس به طرفش میبرم یعنی بالاش میکشونم نامش نشان بده سیس هزار عنصر یا نامش شو دیتا پوینت والیوز آن هاور گراف اگر کشیده میشه هر دیتا هر نقطه مثلا دیتا مثلا اونجا نقطه باشه نی چون هم خطی که گرافی کشیده میشه از مجموعه نقاط است نقاط مهم مهم اگر نام داره مثلا شما در بعض چی گراف ها نقطه از زمین نقطه از غریشه نام دادین زمانی که شما بالای از او قسمت میرین او برای شما نامش معلوم شود بنا نی آپشن چک میکنین Properties follow chart data point for all new worksheet موضوعات ساده است از اینا هم تیر میشیم بین پایین آپشن های مهم میشه متوجه باشین بخش دیسپلی رو خوب سعی کنین میگه شو دس نمبر اف ریسنت ورک بوک 25 تا نشته است معنی چیست زمانی که شما برای اولین بار اکسل یک ورک بوک جدید میگیرین اکسل باز میشه در استارت اسکرین اکسل در قسمت چپ تعداد پروگرام هایی که اخیرا روش کار کردیم چند تا باشه 25 تا نی میتونین که از این قسمت کم و زیاد هم کنین بخش آپشن در بخش ادوانس و در کدام بخش دیسپلی بگین مثلا در اونجا تو تنها 5 تا نشان بده پروگرام هایی که اخیرا کار شده میتونین پس همون 25 بگیرین اگر من 400 نشته کنم قبول نمیکنه تا چند میگه تا 50 را less than equal to 50 و از 50 پایین تر در اونجا میتونه که recent document هایتان ذخیره شد و دیفالت شن بود 25 quickly access this number of recent workbook اخیرا روی ابو مثلا شما چندین workbook دارین زیاد از او استفاده میکنید بلان اینجا تعداد از اونها رو هم تعیین کرده میتونید که همون چارتایی که مثلا زیاد همیشه استفاده میشه در اول ترتیب قرار بگیره اگر نمیشه اون رو کلک کنید Show this number of unpinned recent folder سیز یک تعداد از پروگرام های شما امکان داره در اونجا پین نشوه پین خواست اینجا کردن ما میتونید در اونجا لیست نشوه بنان شما میگن که تعدادش چه قباید باشه پنج تا یا از پنج تا کمتر یا زیادتر پروگرام هایی که او استفاده نمیشه سیست و اونجا پین نشده دیگر دوست عزیز واحد اندازه گیری که در اکسل شما استفاده میکنید مثلا برای خط کش
رولر نی چی باشه وای اندازه گیریش چه کلک کنین انچ باشه سانتی متر باشه و میلی متر دیفالتش همو دیفالت یونیت است دیگه دوستان عزیز دارین که شو فرمولا بار فرمولا بار خو اینجا میشناسین شما در ورکشیت واسه کردین میتونین که را انچک کنین و او معلوم نشه دیگه شو فانکشن اسکرین تیپس هر فانکشنی را که شما باز میکنین بر از او یک معلومات میتونه درک نی اسکرین تیپ میتونه اسکرین تیپ باشه یا نباشه شو کنترل کاراکترز بعض از کاراکترهای کنترلی که شما دارین باشه یا نباشه در ورد ما اینو تشریح کردیم براتون و دیسیبل هاردویر گرافیکس اکسلریشن و این آپشن است که زمان ای را هم براتون در ورد تشریح کرده بودم که شما در کامپیوترهایی که گرافیک پایین داره و بالا داره این آپشن را چک میکنین تا ای که اگر مثلا در اکسل تون زیاد از گرافیک زیاد استفاده کنین و در کامپیوتر میبرین که گرافیکش پایین است بازی براتون مشکل میده برن را چک کنین دیگه دوست عزیز زمانی که شما کامنت استفاده میکنید کامنت خو یاد دارینی فورسل ویت کامنت نو کامنت اور ایندیکیتورز کامنت و ایندیکیتور مشخص کنید کامنت یا ایج نباشه یا باشه نشان بده ما میگیم ایندیکیتورز اونلی یا کامنت اون هاور کامنت اند ایندیکیتور برای آپشن هایی که میتونن کامنت باشه نباشه موضوع ساده است دیفالت دایرکشن رایت تو لفت لفت تو رایت اگر رایت تو لفت گرفتین کاملا ورکشیت شما چی میکنه تغییر میکنه از چی میشه از راست به چپ میشه و او چی وقت بدر میخوره زمانی که از زبانهای لوکال استفاده کنید سکن من اکسل وقت باز کردم شماره یک اینا رفتن به طرف راست و از اون طرف ای بی شروع شدنی پس شما میتونین که در قسمت ادوانس بین و ایرا لیفت رایت بگیرین سیز دیگه دارین دوست عزیز شو هوریزونتال اسکرول بار شو ورتیکال اسکرول بار موضوعات ساده است نی فقط کلک میکنین اسکرول بار کدام است یو فوقیش است نی امیدیش هم ایسته اینا باشه یا نباشه موضوعات ساده است دیگه شو شیت تابز در قسمت پایینی که دارین باش که میگه اکسل ما دوباره باز کنم شما وقتی که اینجا تبای شیت ها را انزرت میکنین آیا این تبا معلوم شوه یا نشوه بران شما میتونین که اینا را هم شو و هاید ان هاید کنین کجا بود تا اینجا نی؟ دیگه دوست عزیز دارین میگه گروپ دیتس این اوتو فیلتر مینو او روز دیگه ما شما در یک بخش کار کرده بودیم که در بخش ایرور چکنگ بود اگر تا سال را ما که دو دیجیتش را میدادیم برای ما ایرور میگرفت نی؟ و در اینجا شما وقتی ای آپشن را چک میکنن در اونو تا حالت مجموعه ای از اون دیتا را میگیره گروپ میکنه چندین تا که باشه گروپ میکنه و اگر نخواستین گروپ باشه گروپ نکنه دیگه دوست عزیز دارین که فور آبجکت مثلا شما عکس آوردین شکل آوردین اگر آل گفتین تمامش معلوم میشه سیست و اگر نتنگ گفتین هیچ کدامش معلوم نمیشه یعنی که عکس شکل یا آبجکت هر چیزی که داشت اینا چی میشه هایت میشه و آل میگیم که شو باشه دیگه دوست عزیز میگه دیسپلی آپشن فور دیس ورکشیت همین ورکشیتی که داریم ورکشیت دوست نی در ورکشیت اول برین ورکشیت اول است در هر ورکشیتی که رفتین برین در بخش ادوانس تنظیماتی که مربوط ورکشیت میشه این خود تنظیمات کش برای ورکبوک بود نی اما این تنظیمات بر چیز ورکشیت است کدام ورکشیت از اینجا میتونید انتخاب کنید آی ورکشیت دو ورکشیت یک برای این ورکشیت چی تنظیمات باشه شو رو ان کالم هیدرز مثلا اینجا کالم هیدرز و رو هیدرز باشه نباشه ان چک کنید
Show formula ensels in a set of their calculated results. درست است؟ ایره هم یک بخم در درس های امیکسل کار کردیم. مکمل خود فرمولا نشان میده یا نتیجهش نشان بده. من این موضوع ساده است. Show sheet right to left. Sheet را از راست به چپ نشان بده. Show page breaks. درست است؟ چندین صفحه که داشتین breaks نشانه بده breaks شو یا نته. خب موضوعات ساده است. تا این قسمت بیاین. Show grid lines. یا آپشن هم یک جای دیگه بود در کار کردیم. این لاین هایی که در خود اکسل است که هر سیلار جدا میکنه باشه نباشه و اگه باشه به کدوم رنگ باشه. بنا میبین کس به رنگ سرخ شد نی؟ پس میتونیم رنگش تغییر بتین سیست. در اینجا دوست از بخش فرموله دارن میگه enable multi-threaded calculation. این چی وقت به درد میخوره؟ زمان از اینکه دوست از شما در اکسل محاسبات تانه میخواین که زودتر سریع انجام شوه، بعض اوقات مثلا پروسسر شما چندین کور داره، کورایش کلش مکمل سهم نمیگیره. شما میتونه شامل بسازین که تمام مثلا پروسسر ما کاملا پروسسر هر قدر کور داره و هر قدر پروسسر که داریم کلش باید سهم بگیره در محاسبات تا محاسبات زودتر انجام شوه. بران شما میتونن از این بخشی را اینبل یا دیسیبل کنین. بس اینجا بگین که use all processor on this computer. وقتی که در اکسل میشه تمام پروسسور استفاده کو پروسسور کامپیوتر نه. و میتونین که اگر دو تا یا سه تا پروسسور داشتین از اینجا هم کم و زیاد کنین، اگر یکی یکی مهم نیست. دیگه میگه دو سایز when calculating this workbook. خوب سعی کنین اگر شما امی ورکبوک تانه با یک ورکبوک external document یا یک workbook دیگه link دادین با یک فایل بیرونی link دادین، چی میگه؟ update links to other documents. زمانی که تغییرات در قبلی در اویی که ای link داده شده است در او تغییرات میگه او تغییرات update شوه. set precision as displayed. زمانی که از اشاری استفاده میکنین تا دقتش چقدر باشه، بران شما میتونید set کنین که دقت اعداد اشاریتان چقدر باشه نی؟ دیگه دو سایز use 1904 date system. سال عیسوی از سال همین تاریخی از همین برای اکسل که استفاده میشه از اول جنوری 1900 در نظر گرفته شده. اگر خواستین کوره چنج کنین و یه آپشن چک کردین باز ای از 2 جنوری 1904 بس در نظر گرفته میشه، یعنی استارت تایم تان است برای اکسل. موضوع ساده است. سیو اکسترنال لینک والیوز. در صورتی که فایل تان با یک فایل بیرونی لینک باشه و تغییراتی که می تغییرات باید سیو شوه ذخیره شوه، اگر نشد کلیک کن. دیگه این موضوعش است که پروواید فیدبک ویت ساوند. اینا رو کلش در چی خواندین؟ در ورد. واسه زبانی که پرینت میکنین یا یک عمل خاصی در ورد انجام میشه بر شما یک ساوند یک فیدبک بتنی که مثلا پرینت ختم شد یا دستور پرینت دادین، بنان فیدبک میگیرین یا نمیگیرین. موضوع ساده است. خب از اینا میگذاریم و این اینجا دوست عزیز که اسکیل کانتنت فور ای فور پیپر سایز که است، ای بر چی به درد میخوره؟ در خیلی از کشورها معمول امیز ورق ای فور است. صحیح؟ بنا شما میره کلک کنید مثلا در وقت پرینتینگ شما را زجر نمیده پرینت میشه در ای فور. اما بعضی کشورها مثلا از ورقای لیتر استفاده میکنه یا ای فایف استفاده میکنه. بران این را باز اند چک کنید. بران از این بخش دیگه بخش ویب آپشن است که مربوطه در صورتی که میخواین که محتویاتان یا کانتنتان اگر اکسل تان شیر میکنین با براوزر و او با براوزر معلوم شما یعنی در صفحات اینترنتی بران بخش ویب آپشن همه کلک میکنین و موضوعاتش از پکچر چه قسم باشه از سایزش اندازهش فایل هم اگه پا تا ای که وقت فایل شما در یک براوزر میتین فایل به شکل منظمش به در براوزر معلوم شما در غیر از او مهم نیست. خب بخش دیتا شما متوجه چی نیست تا آخر دیگه مهم نیست.
پروسس آپشن های بالاش هم یابد که کار کنیم. خب بین بخش کستومایز رایبن، رایبن شما دوست عزیز مشناسین که چی است. در روزای اول بر شما زمانی که محیط یا انوایرمنت اکسل معرفی کردیم بر شما گفتیم که این از این قسمتی که شروع میشد به شکل دوردار تا این قسمت پایین این قسمت بالا به نام رایبن یاد میکننی. رایبن اگر میخواین مطابق میلتون تغییرات بیارین پس در بخش آپشن بین و در قسمت کستومایز رایبن، مثلا با این که تپ ویو نباشه و ریویو نباشه اوکی کنید. بنان سعی کنید دو تپ نیست نی؟ یک میتونین باشه ریویو تپ باشه یا کدام تپ های دیگه ضرورت میشه، مثلا دیولوپر کلک کنید براتون اینجا اضافه میشه. میخواین دو سایزی که یک تپ دیگه خودتان جور کنید، نیو تپ کلک میکنید نی؟ اینجا جور شد سایز؟ این را رینیم کنه نیو تب به نام چی مثلا علی، برش یک آیکن هم انتخاب کنین اوکی. بنان در این تب میتونین چی کنین دوست از نیو گروپ، بر از این گروپ مثل گروپ چی را میگه دوست از خوب متوجه باشین، مثلا اینی خودش یک تب است، در این تب هم در این فونت یک گروپ است، الائنمنت دیگه گروپ، نمبر دیگه گروپ نی، گروپ اضافه میکنین. بنان در اینجا بیاین شما آپشن کستومایز رایبن به نام علی کجا شد در کجا جور کده بود. خب نیو تاب اینی نیو تپ ماست نی؟ به نام کی؟ علی اوکی؟ برش گروپ جور کنید. گروپ هم چی میتونین؟ رینیم کنید نی؟ مثلا فونت بی فرق نمی کنه سیز یک لوگ هم برش بده بنا این فونت خواستین باز نیم گروپ نیم گروپ دیگه هم میتونین بده نی؟ بسیار موضوع ساده است. ریسیت کنین بنا میتونین که یک گروپ را ریسیت کنین، مثلا خیلی تغییرات آوردین بران پس میتونین که ریسیت کنین و دیگه میتونین دو سازی که امپورت کنین، مثلا شما از بخشی که در رایبن تون تغییرات آوردین میتونین که اکسپورت کنین، مثلا چی چندین تاب شما نمیمونین اکسپورت میکنین یک فایل، یک کس اومد پس اونا رو چک کرد چک کرد که اونا بیه پس امپورت کنین، پس هم تغییراتی است که در رایبن آوردین همو امپورت میشن، هم اکسپورت میتونین هم ایمپورت. در وردی را کاملا اساسی ما کار کردیم نی؟ بنان این بخش را کار کردیم، حتی میتونین که کامنت هم اضافه کنین، مثلا در بنام علی پیشتر که جور کرده بودین برش کامنت اد کنین، از اینجا هر کامنت را که انتخاب میکنین اد بگین بر از اون تب چی میشه؟ اد میشه. موضوع ساده است. Quick Access Toolbar Quick Access Toolbar چی است؟ در قسمت بالا این اینجا اگر شما دیده باشین Quick Access Toolbar میگه بعض آپشن ها همیشه زود سریع بر کارتان میشه، بنان شما میتونین که در قسمت آپشن بین و در قسمت Quick Access Toolbar مثلا بگین که چی باشه Cut Copy فلتر اوکی. ببینید این آپشن هست که شما اینجا آوردین زود سریع کارتان میشنی. بعد از کویک اکسس تولبار به نام اد اینز در ورد هم بر شما اد اینز کار کرده بودم نی؟ که چی مثلا استفاده میکردین؟ مثلا بارکود در چی استفاده نمیشد در ورد نبود نی؟ شما چی کار میکنید؟ ادنس شد دانلود میکنید، خودش یک سافتویر بود برای اینستال میکنید و استفاده میکنید، یا مثلا برای ریاضیات برای گراف ها که میکشید رسم میکنید چیز آپشنی ما نداشتیم در ورد، اما ادنس شد پیدا میکنید اینستال میکنید و استفاده میکنید از این بخش. خب
بنا شما دو سایز میتونین که برای اکسل هم ادین پیدا کنین. مثلا ما فکر کنیم یک ادین ما کار کردیم بر شما به نام سیلور لایت، زمانی که در پایو تیبل استفاده میکردین اونجا رسم نمیشد، نمی اومد. سیلور لایت اینستال کردین و اونم خودش ادین است. دانلود کرده بودیم سافت ویر شست. اگر کسایی ندارین فکر کنم که از پیشتان سافت ویرش به نام سیلور لایت سایز یا هم خودش یک ادینز بود که ما بر شما ای را اینستال کرده بودم. بنا شما میتونید که ادین هم اینجا استفاده کنین. سعی کنیم در قسمت اکسل ادینز گو بوین، در اینجا سعی کنین ادین هایتان هست انالایسیس تول پک. این بعض ادین هایست که اینجا هست. اوکی کنین و هر کدامش که در چی به دارت میخوره بازوره دیگه خودتون تحقیق کنین. سعیز بنان ادین هم میفهمین. دو سایز ترس سنتر هم در بخش ورد ما بر شما کابلا تشریح کردیم. بخش ترس سنتر رو کلک کنین و یه آپشن ها رو کلش ما بر تون در اونجا تشریح کردیم. درست است؟ خب یه بود دو سایز آخرین درس اکسل 2013. خدا کنه که یک چیز یاد گرفته باشین و من الله توفیق.